ببینید عزیزان، سلمان خیلی مرد بود. میدونید چرا؟ شنید یه جایی یه پیغمبری ظهور کرده، درسته یا نه؟ خدا خیر، کجاست اونجا؟ عقب مانده ترین جا تو تمدن‌های معروف اون موقع. ما هخامنشی‌ها می‌خواستیم مصر رو بگیریم، از عربستان رد نشدیم، اومدیم دور زدیم عربستانو. چرا؟ چون میگفتیم اینجا رو لازم نیست بگیریم، حیف اسبامون نیست تو این ریگزارها بتازونیم. ببین چه اوضاعی بوده. سلمان پیرمرد میدونی چون سنش خیلی زیاد بود، وقت اسلام بود خیلی مسن‌تر از پیامبر بود. با خبر شد یه پیامبر، ببین یه موقع است مثلا یه خبر حقی، مثلا یه جای خوش آب و هوا میگه بریم. یکی از این بچه‌ها میگفتش که راهی نور رفته بودیم توی گرما گیر کرده تو اتوبوس داشت خفه میشد، تازه عید اواخر اسفند که اونجا بهشته خوزستانه داشت خفه میشد، گفت خدا لعنت کنه روسیه رو. گفتم چرا رفتی به روسیه داری اینجا؟ گفت خاک تو سر یه حمله نکرد به شمال، ما راهی نور بلند بشیدیم میرفتیم رامسر یه جایی. خب بعضی اینجوری نگاه میکنن، دنبالن ببینن حق کجا به دردشون میخوره. خب سلمان بلند شد اومد اونجا و خداوند متعال هدایت رو مختص قلب او کرد به صورت ویژه و او شد سلمان من نااهلل، در حالی که عرب نیست، چون اساسا اینجا مهم نیست. من نااهلل بد میدونی یعنی چی؟ من نمیدونم، بالاترین احساس میکنم شأنی که و جایگاهی که یکی از صحابه میتونه برسه همین، جز معصوم من نااهلل بد باشی. روز مباهله که پیامبر دست امیر مؤمنان از زهرا حسنین علیه السلام گرفته بود داشت میبرد، یهویی به اون همه صحابه سلمان رو بیرون کشید، گفت برو زیر اون درخت رو جارو کن، عبای منم بنداز رو درخت، سایه درست بشه رو شاخه های درخت، سایه درست بشه برم زیرش. تو این همه آدم برای مباهله تنها کسی که کنار اهل بیت داره میره کیه؟ سلمانه. عجیبه. چرا؟ چون حقو به من به این ایمان نمیارم، این پیامبر از عربه، عبارتی که استفاده میشه از میان تازیان است. نه؟ ماها هممون متاسفانه رگه هایی از این شرک رو داریم، منتها کم و زیاد داره. باید پاکسازی کنید، سرطانید حتما باید پاکسازی میشه.